پسر شجاع. شب طولانی. چقدر این پیر مرد لجبازه. چه توفان وحشتناکیه. آی پسرم تو چرا اینقدر ترسو شدی؟ توفان که اینقدر ترسو وحشت نداره. برای من خیلی عجیبه پدر، شما چطور میتونی اینقدر آروم و خونسرد باشی؟ من درو بستم، همینطور پنجره ها رو، هر کاری که از دستم برمیومد کردم. من فکر میکنم که طوفان اینقدر قوی باشه که بتونه رودخونه رو به طغیان واداره، بنابراین فقط باید منتظر باشیم طوفان تموم بشه. ولی آخه میتونی خانم کوچولو خش مهربون، ما فردا میخواستیم بریم گردش. خب شما فکر نمیکردین که طوفان شروع بشه؟ من امیدوارم که فردا هوا خوب باشه. منم امیدوارم که فردا هوا خوب بشه، اما پسرم اینو بدون که همیشه طبیعت یک جور نیست، گاهی هوا خوب و آفتابیه، گاهی برفی و گاهی هم طوفانیه. ما باید سعی کنیم که با هر نوع هوایی، چه طوفانی و چه آفتابی، یه جوری کنار بیایم. خب پس اینطور که پیداش، فردا هم هوا ممکنه مثل امشب طوفانی باشه پدر؟ به طور قد نمیشه گفت فردا هوا چجوریه پسرم، اما با مطالعاتی که من دارم فکر میکنم فردا آفتابی باشه. آه خیلی عالیه، اگه فردا هوا آفتابی باشه میتونیم بریم گردش. خیلی خوب پسرم، خیلی خوب، دیگه داره خیلی دیر میشه، برو بگیر بخواب که از وقت خوابت گذشته. باشه پدر، شب بخیر، الان میرم میگیرم میخوابم. شب بخیر. چی؟ یعنی کی میتونه باشه پدر؟ تو کی هستی؟ من یه تازه واردم و راهو گم کردم. ممکنه به من بگین چطوری میشه از جنگل خارج شد؟ خیلی خوب، سب کن، الان داره باز میکنم تا راهو نشونت بدم. حتما تو دردسر بزرگی افتاده بودین، درسته؟ بفرمایید این حاله. بکنین اینجا خونه خودتونه، کاملا راحت بشین. آی چه کاریه بلام کنی؟ تو از ما چی میخوای؟ تو موقعی که میخواستی در رو من باز کنی هیچ به فکرت نرسید که ممکنه من یه حیوان بدجنسی باشم و برات درد سر درست کنم؟ در حال زیادم فرقی نمیکرد که اگه در روی من باز نمیکردی، من به زور وارد میشدم، یعنی در میشکستم و میومدم تو. فهمیدی چی میگم؟ دست از این کرزش بردار، خودتو کنار آتیش گرم کنه، یه خورده استراحت کن، اینجا هرچی قضا بخوای بهت میدم. بهتر این کارو نکنی، آروم باشی، باور کن هرچی بخوای بهت میدم. ساکر شو دیگه، کافیه، من از دروغ بدم میاد. چی گفتی؟ دروغ؟ شما خیال دارین از یه لحظه غفلت من سوء استفاده کنین؟ خیالتون راحت باشه، هر وقت گرسنم شد خودم دنبال غذا میگردم. ببین بابا جان، این کاری که تو میکنی هیچ درستی، چرا دست از این کار زشت بر نمیداری؟ ما هر کمکی که از دستمون بر بیاد برات میکنیم، باور کن راست میگم. خیلی ها این حرفا رو به من زدن، اما وقتی من به اونا اعتماد کردم به من کلک زدن. من دیگه گول این حرفا رو نمیخورم، تا به حال خیلی از این حرفا شنیدم ولی بیفایده بوده. نفر داره در میزنه، هرکس ردش کن بره. حتما داره دنبال شما میگرده، اینطوری؟ ردش کن بره وگه نه پسرتو نابود میکنم. ردش کن بره. نه ترسنگار صدای بهم خوردن در بود، خب طوفانه دیگه. طوفانه؟ بله، خیالتون راحت باشه، انگار اون کسی که دنبال شما میگرده نیست. خیلی خب دیگه ساکت باش. پچه
پدر به من میگن صورت زخمی بدجنس، اگه یه دفعه دیگه سر به سرم بذاری حسابی خدمتت میرسن. خب پس گفتی اسم شما صورت زخمیه. خیلی از آشنایی با شما خوشبختم آقای صورت زخمی. من پدر پسر شجاع هستم و اینم پسر منه. خب وقتی هوا روشن بشه با کمک حیوانای دیگه جنگل دشکیرت میکنیم. شاکت شو. خوشحالم که دوباره هوا صاف و آفتابی شد. منم همینطور. دیشب وحشتم از این بود که طوفان تمام جنگل رو از بین ببره و زیر و رو کنه. تمام جنگل رو؟ این دیگه غیر ممکنه. پسر شجاع، پسر تو هنوز خوابیدی؟ پسر شجاع، خیلی عجیبه. پسر شجاع، سلام سر شما بخیر. سلام بچه. پسر شجاع کجاست؟ میدونین اون خیلی دلش میخواست که امروز با شما به گردش بیاد، ولی دیشب سر تا پای بدنش خیس شد و بنابراین فکر نمیکنم که بتونه با شما بیاد. پس سرما خورده؟ بله سرما خورده. خب بگیم ببینیم حالا چی کار میکنه. اون چی کار داری میکنه؟ خب معلومه اون به دیدن آقای دکتر رفته تا اینکه شاید زودتر خودشو معالجه بکنه و بتونه با شما به گردش و تفریح بیاد. آه چقدر بد شد، حالا مجبوریم بدون اون بریم. آره خیلی بد شد، این تو که پیداست چاره دیگه ای نداریم. سب کن خرس مهربون، سب کن منم بیا. تو واقعا مرد باهوشی هستی، ازت خوشم اومد. هر کی واسه دیدن تو اومد اینجا بفرستش بره، هیچ کس رو نذار بیاد تو. فهمیدی چی میگم؟ ببین اگه من خیلی باهوش باشم نباید کسی رو که برای دستگیری تو به اینجا میاد فریب بدم. کسی که به دنبال توی عاقبت دیر یا زود پیدات میکنه، بهتره خودت تسلیم بکنی. ساکت شو. خیالت راحت باشه، چیز مهمی نیست، این یک خراش سطحیه. خیلی ازتون متشکرم دکتر. هرچی باشه من دیگه به اون جوونی که فکر میکردم نیستم، اما با تمام جدیت کارم رو تموم میکنم. نباید بذارم که اون راحت و آسوده برای خودش این طرف و اون طرف بره. الان 3 ساله که دنبالشم، اگه به خاطر طوفان دیشب نبود من بدون شک دستگیرش کرده بودم. آه بله درسته، صورت زخمی خیلی ستمکاره، اون اومده تو این جنگل قایم شده. بله دکتر همینطوره، من دیدمش که اون اومد توی جنگل، ولی یه مرتبه طوفان شد و هوا خیلی خراب شد و من دیگه نتونستم اونو ببینم. بدون شک فرار کرده رفته یه جای دیگه، اینو مطمئنم دکتر. امیدوارم هرچه زودتر پیداش بکنید. منم امیدوارم که هرچه زودتر موفق بشید اونو پیدا کنید و به سزای عملش برسونید. متشکرم، سعی میکنم هر طور شده پیداش بکنم. آقای دکتر. ها حالی پسر شجاع چطوره؟ خب پیش از اینکه بریم بگردیم اومدیم ببینیم پسر شجاع حالش چطوره. ما براش خیلی متاسفیم، اون خیلی دلش میخواست با ما بیاد. صبر کنید یه دقیقه، صبر کنید ببینم شما دارید راجع به چی حرف میزنید. پس پسر شجاع حالش خوب شده رفته خونهشون؟ منظورت چیه؟ تقریبا 2 روزی میشه که من پسر شجاع رو ندیدم. چی؟ ولی پدرش به ما گفت که اون... بله پدرش به ما گفت که اون سرما خورده و... یعنی اون بهتون گفت که پسر شجاع اومده خونه من؟ آها خیلی عجیبه. ممکنه لطفاً جریان واسه منم تعریف بکنی؟ شما کی هستی؟ ایشون آبی پوش هستن، ایشون مامورن. چی؟ یه مامور عالیه. گوش کنین چی میگم، این یه موضوع خیلی جدیه. برای دوست شما ممکنه یه اتفاق خیلی مهمی افتاده باشه. اتفاقی افتاده باشه؟ چی؟ یعنی تو خطر افتاده باشه؟
منظورتون چیه؟ یعنی صورت زخمی بدجنس ممکنه اونو گرفته باشه؟ منظورم اینه که احتمالش هست. من تقریبا مدت 5 ساله که مأمورم. میشه منو به اون خونه ببرین؟ بله. بیاین بریم. بریم. آبی گوش، این یارو صورت زخمی چطور حیفونیه ها؟ میدونی اون آزارش به خیلی ها رسیده. من خیلی مشتاق دیدنش هستم. آبی پوش، خواهش میکنم به ما بگید کاری از ما ساخته است یا نه. بله، هر کاری بگین من میکنم. خیال نکنین من کوچیکم و من قوی تر از اونی هستم که به نظر میرسه. من خیلی دلم شور میزنه. کاری از ما ساخته است؟ خیلی متشکرم، این کار منه و خودم باید انجامش بدم، ولی فعلا مسئله مهم اینه که جون دوست شما رو نجات بدم. ازتون خیلی ممنونم. بگیم ببینم ما چیکار باید بکنیم. قبل از هر چیز باید بفهمیم که اونجا اوضاع چه قراره. بله درسته، توی همون خونه است. اشتباه نکرده بودم. اینو امتحان میکنم. این برگو میخواید آتیش بزنی؟ چی آتیش بزنی؟ بله، برین علف برای آتیش زدن جمع کنی. بالاخره حسابه که میشم. به نظر من بهتره یه دکتر تو رو ببینه. خودت اینطور فکر نمیکنی؟ خب همه تون اینجا بمونید، فهمیدین؟ آتیش! کمک کنید! کمک کنید! گوش کن چه میگم، سعی نکن فرار. نه بابا، من داشتم به پسرم کمک میکردم. ما تسلیم نمیشم. این یه فرصتی گرانبهاست. من از حواس پرتی دیگران استفاده میکنم و فرار میکنم. بلند شو. صورت زخمی الان دستگیره میکنه. آبی پوش، به جای این که تو منو بگیری من تو رو گرفتم. واقعا مسخره نیست؟ کار احمقانه این کردم که گول دود آتیشو خوردم، اما خب شما نتونستین منو بگیرین. ای بدجنس، حالا خدمت هر دوی شما میرسم. صورت زخمی، تو بالاخره کی میخوای دست از این کارای زشتت برداری؟ ساکت شو. الان حسابتو میرسم. ای بچه یا شیطون، به من بگو که چطوری میتونم از جنگل خارج بشم. زود باش بگو، یلا بگو. صبر کن، بذار زخمتو ببینم. چی گفتی؟ من دکترم، وظیفم ایجاب میکنه که تو رو معالجه کنم. بیا صورتی. چشم دکتر.
نه نه جلو نیا، جلو نیا. مهربان، مهربان، تو مهربانی مگه نیستی؟ آره خودتی. تو صورتی هستی؟ بله من صورتیم. پس تو هستی مهربان؟ خیلی خنده داره، چه اسمایی مهربان صورتی. منظورت از این حرفا چیه؟ تو مهربان هستی، آره خودتی. علامت زخم روی پات. سب کن مهربان. صورتی اون کسیه که منو نجات داد. خدای بزرگ. مهربان بس دیگه کافیه. من مهربان نیستم، اگه بخوای دنبالم بیای و تعقیبم بکنی حساب تو رو میرسم. برو دیگه. چلو نیا. گفتم چلو نیا. اگه بخوای میتونی منو بزنی، تو قبلا زندگی منو نجات دادی مهربان. اگه دلت میخواد فرار کن، من جلوت نمیگیرم، به هیچ کسم نمیگم. آره میتونی فرار کنی، ولی نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم. اگه میخوای فرار کنی فرار کن، من راه نشونت میدم. ولی آخه به من بگو چرا، چرا، چرا تو انقدر بدجنس شدی؟ صورتی من توی این جنگل انتظار دیدن تو رو نداشتم. متاسفم تو به خاطر من زخمی شد. مهم نیست، من حالم خوبه، ناراحت نشو. بیا خواهش میکنم بخور صورتی. عالیه، نمیدونی چقدر خوشمزه. اگه گرسنته بازم بخور. دیگه گریه نکن صورتی، وقتی بزرگ بشم نهایت سعیمو واسه حیوانای فقیر و بیچاره میکنم. من هم سعی میکنم کمک کنم. چرا حیوانا رو اذیت میکنی؟ راستشو بخوای اوضاع احوال مطابق میل خاصه من پیش نرفت. من به یک مسافرت رفتم و به یک دهکده رسیدم که کودکان زیادی اونجا گرسنه و بی غذا بودن. من نتونستم اونا رو تنها بذارم و برم. به یک کوهستان رفتم که براشون فندق وحشی جمع کنم. تا میتونستم براشون فندق جمع کنم. نه من نیستم، من اون کارو نکردم، من اون کارو نکردم. من فقط فندق وحشی جمع کردم و دادم به بچه ها. من اون کارو نکردم. من از اینجا بیاریم بیرون، منو بیاریم بیرون. اما اونا خیلی بدجنس بودن، نمیخواستن حرفای منو باور کنن. منو زندانی کردم و موقعی که از زندان بیرون اومدم دیگه یه حیوان مریض بودم. دست خودم نبود، عقلمو از دست داده بودم. به خاطر همین دست به کارهای زشت و بد زدم. حالا میخوای چی کار کنی؟ پیرمرد دیگه احتیاجی نیست به دست من بزن. خواهش میکنم منو ببخشی، اذیتهای منو نادیده بگیر. مواظب دست زخمیت باش. ناراحت نباش صورتی. ولی اون زخمش هنوز معالجه نشده دکتر. بله درسته نشده، ولی صورتی تو موفق شدی زخم روحش رو معالجه کنی. این خیلی مهمتر از زخم دستشه. زخم روحش؟ بله معالجه زخم روح خیلی مشکلتر از معالجه زخم جسمی. کاملا درسته. خواب باشه نفهمیدنش خود مشکله، ولی باید درست باشه. صورتی دکتر فوق‌العاده است. معلومه پسر شجاع. صورت کو کجا رفت؟